این هفته از 5G براتون میگیم. جدیدترین فناوری شبکه‌های موبایل. چند تا مهمان رباتی هم داریم. جناب دست، جناب پا و عالی جناب کرم. اینجا بورنموث در ساحل جنوبی بریتانیا. بورنموث به چند چیز معروفه: ساحل‌های ماسه‌ای، شهر بازی ساحلی و بدترین و ضعیف‌ترین خط 4G در کل بریتانیا. روی مخه، اصلا خوب نیست. هر جای شهر باشی فرق نداره، آنتن مدام میره میاد. واقعا اعصاب خرد کنه، خیلی بده. خبر خوب برای اهالی بورنموث اینه که 5G یعنی نسل بعدی شبکه موبایل در راه، اما کارکرد و کاربرد 5G به مراتب گسترده تر از موبایل. اینطور که میگم با 5G میشه خودروهای خودران داشت، شهرهای هوشمند و کلن اینترنت چیزها، یعنی فضایی که توش هر خودرویی با خودروهای دیگه ارتباط برقرار میکنه. یکی دو هفته پیش مرحله اول مزایده برای انتخاب اپراتورهای 5G در بریتانیا انجام شد. شرکت‌های ای ای، تری، O2 و ودافون روی هم حدود 2 میلیارد دلار برای گرفتن امتیاز 5G خرج کردند. البته استاندارد 5G هنوز نهایی نشده، ولی حدوداً می‌دونیم وقتی بشه و راه بیفته چجوری خواهد بود. خب ما می‌خوایم کم کم برای 5G آماده‌تون کنیم. 5 نکته که باید در مورد 5G بدونید. 1. 5G به مراتب سریع‌تر از 4G خواهد بود. با 5G میشه فیلم های HD رو چند ثانیه‌ای دانلود کرد. سرعتش بین 10 تا 100 برابر 4G خواهد بود. 2. برعکس آنتن های 4G که امواج رو به همه جهت میفرستند، آنتن 5G امواج متمرکز رو مستقیم به دستگاهتون میفرسته. 3. مهمترین ویژگی 5G سرعت رفت و برگشت سیگناله که برای چیزهایی مثل خودروی خودران حیاتیه، چرا که خودروها باید بتونن با سرعت خیلی بالا با هم ارتباط برقرار کنن. 4. 5G اساساً یک موج جدیده. بخشی از طیف فرکانس‌های رادیویی رو استفاده می‌کنه که پیش از این استفاده نشدن، یعنی موج‌های کوتاهی می‌فرسته که قبلاً ارسال نمی‌شدن. معنای عملی این حرفای علمی اینه که اطلاعات بیشتری به موبایل شما میرسه، اما مشکل بزرگ این امواج اینه که از توی ساختمون یا حتی بارون رد نمی‌شن. 5. راه حل مشکلی که گفتیم آنتن‌های جدیده، هر چی بیشتر بهتر. و نکته مهم اینه که آنتن‌های 5G کوچیکن، طرز کارشون جوریه که باید به هم نزدیک باشن و به نوعی سیگنال رو دست به دست کنن که به همه جای ساختمون برسه. فناوری 5G هنوز نهایی نشده و پروژه‌هاش هنوز در مرحله آزمایشی هستن، اما یه جا تو دنیا هست که 5G رو دارن برای عموم آزمایش میکنن. لارلینگتون رفته اونجا. طرح آزمایشی 5G اینجا در میدان میلنیوم بریستول انجام میشه. هدف اینه که مردم یه تصویر تقریبی از 5G و کارهایی که میشه باهاش کرد پیدا کنن. یکی از بخش‌های برنامه آزمایشی استفاده سنگین همزمان از شبکه است. همه با هم با تعداد زیادی وسیله از اینترنت استفاده می‌کردیم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد یا تأخیری رخ بده. یه بازی واقعیت مجازی می‌کردیم که باید ستاره‌های دنباله‌دار رو دنبال می‌کردیم. تازه این کارها با 5G کامل نبود، چون موبایل‌های فعلی امکانش رو ندارن. ولی به جز اون همه چی سر جاش بود، از جمله این آنتن‌های 5G که سیگنال رو همه جای محوطه پخش می‌کردن. مهندسایی که اینجا کار میکنن میگن 5G شبکه هاست، یعنی ویژگی های مثبت شبکه های فعلی رو داره، مثلا امواج با فرکانس بسیار بالا، ضمن اینکه امکان وصل شدن به شبکه های وای فای و لای فای رو هم داره، به خصوص در حال حرکت. پس که شما توی قطار یا ماشین داری از اینترنت 4G یا یک شبکه وای فای استفاده میکنی، بعد ماشین یا قطار میره توی تونل و اینترنت قطع میشه. کاری که ما میکنیم اینه که توی اون تونل فرضی شبکه لای فای نصب میکنیم. این آینده شبکه موبایله. اتفاقی که میفته اینه که موبایل شما بدون اینکه شما متوجه باشی از 4G میره به لای فای که توی تونل نصب شده و اینترنت شما قطع نمیشه. توی این برنامه زیاد از آینده حرف میزنیم، از خونه های هوشمند، حمل و نقل هوشمند و البته شهرهای هوشمند. اگه 5G راه بیفته، همه این طرح‌ها یک گام به محقق شدن نزدیک‌تر میشن.
این نمونه آزمایشی نشون میده که 5G چجوری در شهر هوشمند فرضی به کار میاد. همونطور که میبینین روی کلاه ایمنی یه دوربین 360 درجه کار گذاشتن، یه راسپبری پای که اصل کار رو انجام میده و البته یه باتری. ایده اینه که دوچرخ سواری که این کلاه رو سرشه، همینطور که رکاب میزنه از سطح شهر عکس میگیره. این عکس ها از طریق شبکه 5G منتقل میشن و اگه مشکلی دیده بشه، بلافاصله میشه بهش رسیدگی کرد. و اگه میزان تأخیر 5G همینقدر که میگن پایین باشه، انقلابی در خیلی از حوزه ها ایجاد میکنه. مثلا در جراحی روباتیک که هر کسر ثانیه میتونه باعث مرگ یا زنده موندن بیمار بشه. با 5G میشه کارهایی کرد که پیش از این نشدنی به نظر میومدن. مثلا اینکه هر کسی بتونه مثل مسی گل بزنه. با یه پای روباتیک 5G البته. با استفاده از فناوری 5G با میزان تأخیر بسیار پایین میشه عمل و اکسون عمل رو هم مخابره کرد، یعنی تماس یا لمس رو منتقل کرد. بنابراین برای اولین بار میشه مهارت‌های مهندسی رو منتقل کرد، یا مهارت‌های موسیقی رو، یا مهارت‌های فوتبال، یا حتی پزشکی رو. ناگهان میبینید که اینترنت جدیدی پدید اومده که همونطور که اینترنت فعلی دانش و اطلاعات رو همگی رو دموکراتیک کرد، این کار رو حرفه رو دموکراتیک میکنه. البته واقعیتش اینه که اکثر ما جز اینکه خطمون کند نباشه چیزی نمیخوایم و ظاهرا شبکه جدید دست کم در این مورد خواسته هممون رو برآورده میکنه. برای کاربرهای عادی مهمترین خاصیت 5G اینه که وقتی از اینترنت موبایل استفاده میکنن دیگه اعصابشون خرد نمیشه، سرعت خطشون بیشتر میشه و میزان تاخیر میاد پایین. ولی نباید از یاد برد که در حوزه 5G تازه اول راهیم و باید یک دهه بگذره تا کاربردهای این فناوری رو برای گوشی‌های هوشمند بفهمیم. زمان که بگذره فناوری جا میفته و طبعاً کاربردهاش هم گسترده‌تر میشه. کره جنوبی، آمریکا، امارات و چین از بقیه کشورها جلوترن و قراره اواخر سال جاری میلادی شبکه 5G رو راه اندازی کنن. از طرف دیگه تولید کننده های گوشی موبایل هم سخت مشغولن که گوشی هایی بسازن که با 5G کار کنن. اینم از لارا در بریستول. اما همونطور که گفتیم اینجا در بورنموث وضعیت 4G خرابه. برای همین فکر کردیم بریم نظر مردم در مورد 5G بپرسیم. ممکنه کلی کارهای هیجان انگیز بشه باهاش کرد که ما الان نمیدونیم. هر چی زودتر بهتر. برای من فرقی نمیکنه راستش. احتمالاً 10 سال دیگه که در زمینه فناوری به بقیه مردم برسم به دردم میخوره. من هنوز تو کار 3G موندم. 3G بود دیگه نه؟ آره، همون 3G رو بدن کافیه. همون بسته. ظاهراً به نظر بعضی اونقدر هم اتفاق مهمی نیست. با این حال مقام‌های محلی بورنموس عزم راسخ دارن که این شهر اولین شهر 5G دنیا و اولین شهر هوشمند بریتانیا باشه. مسئول پیاده کردن این طرح روث اسپنسره. من رو با خودش برد توی شهر گردون که سیم کشی‌ها و جاهایی که قرار آنتن نصب بشه و چیزهای دیگه‌ای که قرار زیر ساخت بورنموس رو زیر و رو کنه به هم نشون بده. خب این چیزیه که ما اینجا داریم. اون داکت بنفش رو که میبینین کابل فیبر نوریه که اسکلت اصلی شبکه 5G رو تأمین میکنه. مشکل سیگنال 5G اینه که خیلی ضعیفه، یعنی ساختمون یا حتی یک درخت جلوش رو میگیره. بنابراین روز و تیمش باید یک نقشه بسیار دقیق تهیه کنن که آنتنها رو کجا کار بذارن. یکی از چیزهایی که ما داریم در بورنموث انجام میدیم کار با شرکت پژوهش و نقشه برداری اوردنانسه و کاری که کردیم ایجاد ابزاری برای نقشه برداری و طراحیه، چون اساساً سیگنال های 5G بسیار شکننده هستند و الزاماً همیشه از ساختمان رد نمیشن. آب و هوا و حتی گیاهان و درخت ها هم میتونن این سیگنال رو تحت تاثیر قرار بدن. یکی از چیزهایی که ما میخوایم توسعه بدیم درک و فهم نواحی مثل اینه، جایی که محیط شهری دائما در حال تغییره و مرتب ساختمون ساخته میشه و اینکه این ابزارها چگونه باید بروز بشن. قضیه اینه که 5G اونقدر پتانسیل داره که سرمایه گذاری اولیه رو توجیه میکنه. میشه گفت 5G ستون فقرات همه فناوری های عجوب غریبیه که توی برنامه کلیک معرفی میکنیم. در واقع موضوع ارتباط بین دستگاه با دستگاه و بهبود این نوع ارتباطاته. تا حدی هم تحت تاثیر میزان تاخیر فوق‌العاده کم شبکه 5G. منظورم زمانیه که صرف حرکت داده‌ها از دستگاه به شبکه و برگشت اونا میشه. چنین قابلیتی مثلا برای خودروهای خودران مرتبط به هم خیلی مهمه، چون برای کارکرد این ماشینا داشتن میزان تاخیر بسیار کم مهم و حیاتیه. خب اگه 5G تو یک شهری باشه تو یک شهری نباشه، اون وقت خودروی خودران من چی میشه؟ یه جا کار میکنه یه جا کار نمیکنه آینده؟
در مورد وسایل نقلیه خودران احتمال داره که ابتدا بین شهرهای با فاصله زیاد و خطوط حمل بار شروع کنیم. از اونجایی که اونا نیاز به دسترسی به شبکه با تأخیر فوق‌العاده کم دارن، پس لازمه که یه زیرساخت بزرگ 5G برای این کار داشته باشن. البته هدف نهایی اینه که ترافیک رو در خیابونای شهرهایی مثل بورنموث که یک شهر متراکم است کاهش بدیم و روی اتوبوس‌های خودران مرتبط به هم هم برای کاهش تراکم در خیابونا و بهبود کیفیت هوا کار می‌کنیم. برای اینکه 5G راه بیفته سرمایه‌گذاری حسابی و زیرساخت جدید لازمه. آیا ممکنه وضع طوری بشه که بعضی از شهرها فناوری‌های جدید و انقلابی داشته باشن و بقیه عقب بمونن؟ در یک منطقه شهری متراکم مانند بورنموث ما امیدواریم امواج میلیمتری در حد 26 گیگاهرتز رو به کار ببریم. در نتیجه احتیاج به سلول‌های کوچک دارند که بسیار نزدیک به هم باشند. اما در مناطق روستایی به فرکانس‌های پایین‌تر 5G احتیاج دارین که در ناحیه‌های بزرگتر پوشش بهتری میدن. به عنوان مثال باند فرکانسی 700 مگاهرتز. چون خود بورنموث بخشی از پهنه وسیع شهرستان دورست هست که جامعه روستایی بزرگی داره، بنابراین برای ما خیلی مهمه که همه گزینه‌ها رو بررسی کنیم و بفهمیم که چه نوع فناوری برای چه منطقه مناسبه. این هفته واتساپ حداقل سن کاربراش در اتحادیه اروپا رو از 13 سال به 16 سال افزایش داد. فیسبوک برای پرواز تجربی پهپادها در آسمان نیومکزیکو تقاضای مجوز کرد و ایلان ماسک در توییتر خبر از ساخت یک اژدهای سایبرگی داد. این هفته همینطور سامسونگ 6 برنامه تلویزیونی جدید رو که به طور اختصاصی برای واقعیت مجازی فیلمبرداری شدن عرضه کرد. یکی از این برنامه‌ها بروباتس، یک کمدی درباره دو ربات بریتانیایی که به یک واحد آینده نگرانه پلیس نیویورک ملحق میشن. محققان انویدیا یک راه جدید برای بازسازی عکس‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق معرفی کردند. این نرم افزار پیش بینی می‌کنه که یک عکس آسیب دیده چه شکلی باید باشه و پیکسل‌های خراب رو اصلاح می‌کنه. ربات‌ها این هفته بیش از پیش شغل‌ها رو ربودن. ربات پپر یک شغل آبرومند در موزه اسمیتسونیان در واشنگتن پیدا کرد و یک ربات در اسرائیل با بازی ایکس او یا دوز با فنجون‌ها به توانبخشی بیماران معلول کمک می‌کنه. و در نهایت شنیدیم که هوش مصنوعی بدخواه می‌تونه تا سال 2040 یک جنگ هسته‌ای رو علیه بشریت آغاز کنه. شرکت تحقیقاتی رند در گزارشی گفته پیشرفت هوش مصنوعی میتونه قوانین بنیادی بازدارندگی هسته‌ای رو به چالش بکشه و به اشتباه محاسبه‌های فاجعه‌آمیز منجر شه. رند البته میگه با میزان مناسبی از همکاری بین المللی میشه گفت که هوش مصنوعی در واقع شاید بتونه جهان رو امن‌تر کنه. در چند هفته‌ای که گذشت زیاد در مورد آینده کار حرف زدیم، از سر ساختمون و کارخونه گرفته تا حتی مطب دکتر. حتما یادتون هست دیگه، ربات‌ها کار آدمو میگیرن، آدمو بیکار میشن و الی آخر. در بخش فروش یکی از بزرگترین بازیگران آمازونه. آمازون به اتوماسیون احتیاج داره، هم برای برداشتن جنسی که سفارش داده شده، هم برای رسوندنش به دست مشتری. برای همین هر سال یک مسابقه روبوتیک برگزار میکنه تا طرح‌ها و ایده‌های تازه پیدا کنه و برنده امسالشون تیمی بوده از بریزبن استرالیا. نیک کویک رفته سراغشون تا ببینه اونا چه چیزی رو اختراع کردن یا چه ایده‌ای داشتند که شایسته این جایزه بودند. 16 تیم از سراسر دنیا در ژاپن با هم رقابت میکردن. هدف چی بود؟ ساخت رباتی که در کمترین زمان ممکن اشیاء معمولی رو تشخیص بده، برشون داره و مرتبشون کنه. جایزه 80,000 دلاری مسابقه رو این دوستان از مرکز استرالیایی بینایی رباتیک دانشگاه فناوری کوینزلند بردن. این بود که رفتم دانشگاه کوینزلند که از نزدیک کارشون رو ببینم. فکر میکردم چند نفری میان دم در استقبالم. زهی خیال باطل. بفرمایید، می رویم گوین را ببینیم. خواهش میکنم. ظاهرن اینجا حتی روبات هاشون هم مستخدم روبات دارن. همه روبات هایی که اینجا داریم به نوعی دانش تخصصی نیاز دارن. بنابراین اگه یه روز متخصص یکی از روبات ها نباشه، راه انداختن اون روبات واقعا سخته. در حالی که پپر همه روبات ها رو میتونه راه بندازه.
اگر میخواهید ببینید کارت من چگونه کار میکند، جرید مربوطه را روی این صفحه فشار دهید. میخوام تیله ها رو برداره. هی کارت من، لطفاً تیله ها رو بردار. یه ربات به ربات دیگه میگه چی کار کنه. کارتمن در سه محور حرکت میکنه. یه جورایی شبیه جره ثقیل سخفی میمونه. ولی دو تا بازو داره. یکی مثل موچین عمل میکنه، یکی مثل جاروبرقی. بسته به اینکه چه چیزی رو میخواد برداره از یکی از بازوهاش استفاده میکنه. کلی طرح داشتیم. هر کی هر چی به ذهنش میرسید میگفت. بعضی ها رو ساختیم و آزمایش کردیم و در نهایت رسیدیم به این دستگاه که میبینی. صحیح. این همون رباتیه که مسابقه رو برد. خیلی جمع و جور نیست ها؟ کارتمن به کمک یک دوربین عمق سنج میبینه. در واقع مدل سه‌بعدی شی رو که جلوشه میبینه. توی این تصویر هم معلومه که سیم ظرفشویی جلوتر از تیله هاست. با این اطلاعات ربات میتونه تصمیم بگیره که اون شی چیه، کدوم شی رو میخواد برداره و کجا بذاره. کارتمن همه اقلام موجود رو شناسایی و اگر کالای جدیدی بیاد یاد میگیره. مسئله آمازون اینه که هر روز تعداد زیادی جنس جدید به فروشگاهاشون اضافه میشه. کافی یه فروشنده یه برچسب روی جنسش بزنه یا کمی طراحی اون محصول یا حتی بسته بندیش رو عوض کنه، میشه یه شیء جدید. بنابراین باید به این سیستم یاد بدید که بفهمه که این یه شیء جدیده و اگه بهش برخورد چجوری باید برش داره. تیم کوینزلند در مرحله بعدی میخوان رباتی بسازن که محدود به برداشتن جنس از توی قفسه نباشه، بلکه بتونه از درخت هم بچینه. این هم هاروی، ربات فلفلچین. اینجا در کوینزلند فلفل دلمه زیاد کشت میشه. حدود 80% فلفل دلمه استرالیا را ما تولید میکنیم. به کشورهای دیگه هم صادر میکنیم. اساسا صنعت کشاورزی استرالیا صنعت بزرگیه. به همین خاطر یکی از حوزه‌ای که ما مشغولشیم بهبود اتوماسیون و افزایش بهره‌وری در کشاورزیه. هاروی هم دو تا بازو داره و یک دوربین مخصوص که جلوش رو ببینه. میتونه تشخیص بده که میوه رسیده یا نه. یه اره برقی کوچیک هم داره که ساقه یا به قول این بچه‌ها دم میوه رو میبره. این ربات یه سیستم یادگیری عمیق داره که تشخیص میده دم میوه کجاست. اونقدر که به نظر میاد آسون نیست، به خصوص اگه هر دو سبز باشن. ولی ربات یه شبکه عصبی داره یا یه شبکه عمیق که کارش اینه که جسم روبروش رو شبیه یه نقشه حرارتی تصویر میکنه. اینجوری تشخیص میده که قسمت مورد نظر کجاست و کجا رو باید ببره. وقتی فلفل و دومش رو تشخیص داد، تازه میرسه به قسمت سخت ماجرا که رد شدن از لای برگ هاست. این دوربینیه که طراحی کردن، در واقع 9 تا عدسیه که در عمق‌های مختلف تعبیه کردن، جوری که مثل آدم بتونه از این ور اون ور رو لای برگ ها ببینه. علاوه بر عدسی 9 تا رزبری پای هم داره. بدنه دوربین رو هم با چاپگر سه‌بعدی ساختن و در نتیجه این مدل نسبتاً ارزونه. البته هاروی فعلا در حد یه نمونه آزمایشیه. هنوز بررسی نکردن که آیا ساختش توجیه اقتصادی داره و در عمل میشه ازش استفاده کرد یا نه. طراحاش معتقدن رباتی مثل هاروی هدر رفتن محصول رو کم میکنه و کمک میکنه کشاورزها در فصل برداشت سریعتر برداشت کنن. هاروی میتونه بین ردیف بوته‌ها یا درخت‌ها حرکت کنه و 8 ساعت بدون استراحت کار کنه. به نظر من کارکرد هاروی ورای میوه چینی یا برداشت محصوله. ما بهش به چشم یه سیستم مدیریت جامع محصول نگاه میکنیم. یعنی ربات میتونه میوه رو تشخیص بده، کیفیتش رو بسنجه و به صاحب محصول بگه در هر لحظه درختاش چقدر بار دارن. اینجوری کشاورز یا باغدار حتی پیش از برداشت میدونه با کی و برای چقدر محصول قرارداد ببنده. ممنونم جناب پپر، خیلی محبت کردین. من دیگه با اجازتون مرخص میشم. مرحمت عالی زیاد. نمسته. این هم از گزارش نیک از بریزبن. اما یکی از سوالهای مهمی که با گسترش اتوماسیون یا خودکارسازی مطرح میشه اینه که اثرش روی زندگی ما چیه؟ همه بیکار میشیم یا میریم سر کارهای جدید؟ نظر چند استاد رو پرسیدیم که شنیدنش خالی از لطف نیست. حقیقتش من نشانه از اینکه در دههای آینده جمعیت انبوهی به خاطر فناوری بیکار بشن نمیبینم. دلیلی نداره فکر کنیم که در آینده شغل کمتر از امروز خواهد بود. مشکل بزرگ به نظر من اینه که بعضی کارها نازل‌تر میشن و وضع صاحبان اون مشاغل بدتر میشه یا بیکار میشن. برای این دسته باید راهی پیدا کرد.
تصور عمومی در حال حاضر اینه که آدم 3-4 سال میره دانشگاه و 20 سالی که شد دیگه وارد بازار کار میشه و تا آخر عمر همون شغل رو ادامه میده. باید مدام در حال یادگیری باشید. همه باید برای چنین تغییری آماده باشن و البته نقش دانشگاه هم در این زمینه پررنگه. یعنی باید بدونن که آموزش دیگه فقط مخصوص بچهای 18 تا 22 سال نیست. باید همه سنین رو در تمام طول عمر کاریشون آموزش داد. احتمالاً همه تا سن بالاتر باید کار کنیم. سوال مهم اینه که چه بر سر آموزش در بخش‌های مختلف میاد؟ از مدرسه تا دوره‌های آموزش ضمن خدمت. آیا نظام فعلی واقعاً نیروی متناسب با محیط کاری پر از ماشین و هوش مصنوعی تربیت می‌کنه؟ آیا می‌دونیم چطور باید خودمون رو به عنوان دانش آموز جلو ببریم؟ اینها مسائلیه که در محیط‌های کاری در آینده مطرحه. باید از هوش مصنوعی بهره ببریم که خودمون رو باهوش‌تر کنیم. به نظر من این رویکرد بسیار درست‌تریه تا اینکه بشینیم قصه بخوریم که آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار می‌کنه یا نه. کی دوست داره یک عمر فقط یک کار بکنه؟ به نظرم همه باید از این تحولات استقبال کنیم. فرصتیه که کارهای تازه بکنیم. باید از نظام آموزشی که مبتنی بر حفظیات فاصله بگیریم. چون این کاریه که کامپیوترها به مراتب بهتر از ما انجام میدن. باید بریم به سمت آموزشی که بچه‌ها رو تشویق کنه با هم مسئله حل کنن. باید حواسمون باشه که آموزش مجدد همه مسائل رو حل نمی‌کنه. بهترین راه حل به نظر من بیمه دستمزده. در آمریکا چنین چیزی دارن برای کسانی که به خاطر واردات از کار بیکار میشن. یعنی اگر شما بتونی ثابت کنی که شغلت به خاطر جهانشون از دست رفته، دولت تضمین میکنه که اگر سر کار جدید رفتی، کمتر از اون کاری که از دست رفته دستمزد نگیری. به نظرم همین منطق باید در مورد فناوری هم به کار گرفته بشه. بعضیا میپرسن آیا هوش مصنوعی که داره کار میکنه و جای یک نفر دیگر رو گرفته باید مالیات بده یا نه؟ به نظر من نباید بده، ولی شاید باید روی داده‌ها مالیات بگیری، چون اون چه مورد استفاده قرار میگیره اطلاعاته. به نظر من مردم متوجه نیستن که چه حجم عظیمی از اطلاعات رو رایگان به بقیه میدن. به نظر من مالکیت این اطلاعات به مالکیت مشاغل خواهد انجامید. گاهی داده مثل نفته. اون کسی که نفت داره قدرت هم داره. و این همون نکته‌ایه که باعث میشه شرکت‌های بزرگ به نسبت تازه‌واردها برتری داشته باشن. این از اون چیزاییه که جامعه باید در برنامه‌های صنعتیش لحاظ کنه. شاید باید راه‌هایی پیدا کنیم که در زمانی که بخش عظیمی از ارزش صنایع در داده‌هایی است که دست چند شرکت بزرگ افتاده، بتونیم همچنان از نوآوری حمایت کنیم. در شوراهای تحقیقاتی اروپا بحث گسترده‌ای در جریان تحت عنوان نوآوری مسئولانه. باید مهندس‌ها و دانشمندها رو تشویق کرد که به فرایند اتوماسیون مسئولانه‌تر فکر کنند. با کاربرها، با آدم‌های مثل ما بیشتر ارتباط داشته باشند و بقیه رو به چشم نیروی کار ببینن، نه مصرف کننده. آینده روشن آینده ایست که انسان و ماشین بتونن کنار هم کار کنند. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر باشن @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.